سلام. 4 سال میشه که آقای کرزه یک فرمان تقنینی در مورد منع خشونت علیه زنان در افغانستان صادر کرده. یک فرمان تقنینی در افغانستان بعد از پایان دوره ریاست جمهوری فعلی اون کشور میتونه دیگه اجرا نشه یا حتی تغییر کنه. برای همین این قانون در مجلس افغانستان مطرح شد تا تصویب بشه و در نهایت به صورت یک قانون دائمی در بیاد. البته مطرح شدن این قانون در مجلس مخالفانی هم داره. برخی نگران بودن که این قانون در پارلمان تعدیل یا اصلاح بشه که در نهایت هم تصویب نشد. چون سر 6 مورد اختلاف نظر وجود داشت. تعدد زوجات، خانه های امن، سن ازدواج، تجاوز جنسی، لت و کوب از جمله مواردی که قوانینش مورد اختلافه. حالا طرح قانون منع خشونت علیه زنان رفته به کمیسیون های 18 گانه مجلس تا پس از اصلاح توسط جلسه رؤسای کمیسیون های مجلس وارد دستور کار عمومی بشه. البته باید اضافه کنم که این قانون 4 سالی میشه که داره اجرا میشه و حتی دادستانی های ویژه منع خشونت علیه زنان بر اساس این قانون در 5 ولایت افغانستان هم ایجاد شده. من فرحان تقی‌زاده هستم و امروز از شما میپرسیم شما با قانون فعلی منع خشونت علیه زنان در افغانستان موافقین یا فکر میکنید باید تغییراتی توش ایجاد بشه؟ اگه این قانون در مجلس در نهایت تصویب نشه چه تأثیری ممکنه بر زنان و خشونت علیه اونها در جامعه بذاره؟ و به نظر شما جامعه افغانستان چقدر برای پذیرش این قانون آمادگی داره و اصلا مسئله خشونت علیه زنان چقدر دغدغه سیاستمداران و جامعه افغانستانه؟ برای اینکه تو برنامه ما شرکت کنید میتونید به ما ایمیل بزنید، نظرتون بفرستین یا سوالاتتون رو مطرح کنید. با وبکم میتونید بیاین تو برنامه، تلفن و اسمس هم هست، فقط لازمه که شماره تماس های ما رو داشته باشین. تلفن های برنامه رو میبینید الان روی صفحه تلویزیونتون، 2044-207-765-2048 و 2044-207-765-055. میتونید به ما اسمس بفرستین به شماره های 2044-77-86-2011-27 و 2044-77-86-2548. ایمیل برنامه هم هست shoma@bbc.co.uk. روی شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر هم حضور فعال داریم. صفحه های رسمی ما رو اونجا پیدا کنید، نظر و سوالتون رو اونجا هم برای ما بنویسید. امروز همکارم نیما اکبرپور اینجاست تا هم نظرهای شما رو مرور کنه و همین که ببینه در فضای مجازی چه نوشته شده. نیما ممنونم فرند. سلام. این قانون و بحث های پیرامونش واکنش ها و پرسش های زیادی رو در بین کاربران اینترنت مطرح کرده. علاوه بر بازگو کردن این سوالات، نظرات شما رو میخونم و پرسش هایی رو که از راهی مثل توییتر، فیسبوک، ایمیل و پیامک به دستم میرسونید رو در برنامه حتما خواهم خوند. اما تا اون موقع به سراغ تلفن های شما میریم با فرند. ممنون نیما. اجازه بدین پیش از اینکه با بیننده هامون صحبت کنیم با 2 مهمان ویژه برنامه هم صحبت بشیم، نظرشون رو بپرسیم. با کابل هست به ما میپیوندن مهمانانمون، آقای عبدالستار خواصی از مخالفان مطرح شدن این طرح در مجلس افغانستان و همینطور آقای سرور فایز از موافقان مطرح شدن این طرح. از آقای خواصی شروع کنیم بحث. آقای خواصی، این قانون تقنینی حدوداً 4 ساله داره در افغانستان مطرح میشه و الان که رفته به مجلس تصویب نشده توسط نماینده، شما یکی از مخالفان سرسخت بودین. دلایل رد این قانون چه بود در مجلس افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول باید این موضوع تصحیح شود که ما مخالف سرسختی قانون نیستیم. البته ما موارد اصلاحی را در قانون میخواییم. ما طرفدار ازی هستیم که باید قانون در افغانستان باشه و جامعه افغانی باید قانونمند شود. و هر جامعه که قانون نداشته باشه او طبیعی است که او جامعه از لجام گسیخته اطلاق میشه. بنابراین ما طرفدارای از این قانون هستیم، اما با تصحیح و اصلاحات هستیم. خب بریم سراغ این اختلافات که شما اشاره کردیم بهش. چه مواردی هستش که به نظر شما باید تصحیح بشه؟ اول خب باید بگویم که قانون در یک فرمان، البته این فرمان در حالت سر رئیس جمهور افغانستان امضا شده که روزای انتخابات بوده و من فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان به خاطر انتخابات آیندیش شاید فرمان امضا کرده باشه، در حالی که این فرمان نواقص زیادی داره. قسمی که شما در صدر برنامه تذکر دادین و گفتین که موضوع تعدد زوجات است، خانه های امن است و البته نکاح قبل از سن است نه ازدواج،
و تصرفاتی است که در صلاحیت‌های رئیس جمهور است و دیگه ای که این قانون مخالف ماده 3 قانون اساسی و مخالف ماده 122 قانون اساسی و مخالف ماده 64 از این قانون اساسی ببخشید. البته 64 از این قانون که 4 سال پیش تصویب شده و اجرا شده، روی این چند نمونه‌ای که شما گفتین میشه بیشتر برای ما توضیح بدین که دلیل اختلاف‌ها روی موارد چی هست؟ دقیقاً برای ما ملموس توضیح بدین لطفاً. مثلا چرا خانه‌های امن مورد مخالفت قرار گرفته، یا مسئله تجاوز جنسی مورد مخالفت قرار گرفته، یا حتی نکاح قبل از سن؟ شما میفهمین که اولی قانون نیست، یک فرمان تقنینی است. زمانی که از مجلسین شورای ملی تصویب شوه و رئیس جمهور افغانستان تشویه بکنه، این سبقه قانونی را پیدا میکنه و این قانون گفته میشه، فعلا فرمان تقنینی است. البته مواردی را که شما اشاره کردین، ما شاهد از هستیم که خانه های امن در افغانستان به عوض از این که خشونت را در افغانستان کاهش بده، متاسفانه که در افغانستان خشونت بیشتر شده و با اندکترین موضوعات خانم ها از خانه فرار کردن و رفتن به خانه های امن و او باعث از این شده که خشونت بیشتر شود. و موضوعاتی که و در اسلام و در شریعت وقتی که منازعه یا جنجال در خانواده ها بروز میکنه، قرآن عظیمشان میفرماید که یک حکم باید از جانب شوهر و یک حکم از جانب خانم باید تعیین شود تا این منازعات حل و فصل گردد. اگر منازعات به حد حاد باشد که از صلاحیت از اینا بیرون باشد، باز ما ارگانهای عدلی و قضایی داریم که اونا دادرسی میکنن. بنابراین خانه های امن در یک جامعه اسلامی اصلا ضرورت نیست. چرا؟ ما کشور اسلامی هستیم و اسلام برای ما در این رابطه روشنی کامل وانمود کرده. و در رابطه با تعداد زواجات که یک موضوع مهم است، وجه خداوند جل جلاله می فرماید که فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. شما ببینین خداوند اجازه میده و یک از یک حکمت بسیار بزرگ در این نهفته است، به این معنی که در جوامعی که خانم ها بدون سرنوشت بمانن، خداوند حکم کرده که میتونین شما 4 زن بگیرین، 2 زن بگیرین، 3 زن بگیرین، اما اگر کسی عدالت کرده نمیتونه و در ترس میباشه که نمیدونه در بین زوجات یا خانم های خود عدالت بکنه، بنابراین به یک زن باید اکتفا بکنه. ممنون از شما آقای خواصی. شریعت مخالف خشونت است. خیلی ممنون، لطف کردین آقای خواصی. بریم سراغ آقای فائز که از موافقان مطرح شدن این طرح در مجلس افغانستان بودن. آقای فائز، صحبت های آقای خواصی رو شنیدین، شما هم به نظرتون این مخالفت هایی که کردن و بر مبنای شریعت و اسلام بوده همینطور هست، یا نه به نظر شما این مخالفت ها کمی متفاوت تر هست؟ سلام عرض میکنم. اجازه بدید ابتدا مخالفان این قانون را نه آنچنان که شما فرمودید به 3 مجموعه تقسیم کنیم، به جای آن که به 1 مجموعه انحصار بکنیم. ما در روزی که گذشت، روز تقدیم این قانون غرض تصویب، در اونجا ما 3 مجموعه داشتیم. مجموعه اول کسانی بودند که اینها اصلا قانون را نخوانده بودند، حتی 1 صفحه از این قانون را نخوانده بودند. وقتی وارد مجلس شدند و دیدند که در اینجا سر و صداها و غوغا به پاست و ایده تصویب این قانون را مخالف شرع میدانند و گویی که اسلام و شریعت او به خطر افتاده و مسلمانان را آب میبرد، در حقیقت در همچو فضای اینا یک تصمیمی اگر بعضی ها گرفتن اینطور بود که گویا اینها نگران این بودند که این چطور حادثه‌ای هست. گروه دوم و مجموعه دوم هم کسانی بودند که حقیقتا با اصل قانون مخالف نبودند، که آقای خواصی از همین مجموعه هستند. اینها ملاحظاتی داشتند و گمان اینها این بود که شاید در پاره‌ای از موارد این قانون با مبانی و اصول و اهداف و احکام شریعت اسلامی به نوعی مغایرت داشته باشد. گروه سوم همون گروه مخالفان علل اطلاق این قانون بودند، که هرچند علل ظاهر مواردی را یاد می‌کردند، ولی ذاتاً و اصلاً با چنین قانون مخالف بودند، که این مسئله باید تصحیح شود. این گونه هست. می‌رسیم به مسئله دیگر، این که این قانون تا کجا با
قانون اساسی و با شریعت اسلام سازگار هست. ما باور داریم که اگر ما چنین چیزی را تشخیص می‌دادیم، اینی که این قانون را با مطالعه گرفتیم من حیث کمیسیون اختصاصی که این قانون مخالفت‌های صریح با شریعت اسلام و احکام دینی دارد، به هیچ وجه حاضر نبودیم چنین قانونی را به مطالعه بگیریم. چرا؟ اینکه افغانستان کشور اسلامی است، رئیس جمهوری و مسلمان است، وزارت عدلیه دارد. در پیشنویس این قانون علمای دینی شرکت داشتند، این قانون را علمای دینی بازنگری کردند، اسناد پیش ما موجود است. اگه امکان داره براتون آقای فائز موردی مطرح کنید آقای فائز لطفا، چون آقای خواصی هم مثال زدن مثلا در مورد خانه های امن یا در مورد نکاح، اینها را شما از دید یک موافق مطرح کنید لطفا. بله بحث ما اصلا در باب خانه های امن ما در به نوع توافق وجود داشت و آن این بود که این خانه های امن به دلیل شکایاتی بیشماری که از تصدی اینجوها بر این خانه های امن بود داشتن، فیصله بر این بود که اساسا این خانه های امن باید به مراکز حمایوی به تبدیل نام بکند و سپس به حکومت افغانستان تکیه کند و حکومت افغانستان مستقیماً مأموریت نظارت بر این خانه ها را بردوش بگیرد و با این کار این مسئله حل می شد. مسئله خانه های امن یک مسئله استثنایی و موقتی هست، اساسا ما به شکل دائم پیشنهادش نمی کنیم، چون افغانستان درگیر بحران هست. مقطع کنونی می طلبد تا چنین یک خانه های یا یک مرکز امنیت موارد دیگه هم اگه لطف کنید کوتاه بهشون اشاره کنید ممنون میشم. مثلا موضوع تعدد زوجات یا مثلا نکاح قبل از سن. بله در تعدد زوجات پیش از این که ما در باب آن حرف بزنیم، شریعت اسلام خودش این مسئله را، مسئله عدالت را مطرح کرده است، مقید و مشروط به عدالت کرده است. حالا این عدالت اختلاف ممکن است در مصادیق عدالت باشد. ببینید ممکن است کشورهایی که یا قانونگذاری که در افغانستان چند شرط را برای آن مقید کرده است، هدفش این بوده که او مصادیق عدالت را متعدد می‌دید است. من گمان نمی‌کنم که عدالت تنها یک مورد داشته باشد که اون عدم انفاق است. بس بر سر مصادیق عدالت هست. ما بدین باورم آنچه که در قانون مدنی افغانستان در باب شروط بازتاب یافته است، در حقیقت مصادیقی از عدالت را تعیین کرده است و از این نگاه ما مخالفتی و مغایرتی با شریعت اسلام در این باب نمیبینیم. ممنون از شما. پس شما بیشتر به این نکته اشاره کردین که تمام مسائلی که در این قانون شما اجرا کردین در این طول این 4 سال بر قوانین اسلام و شریعت همش حاکم هست، شاید مخالفتی نداره. ممنون از شما. اجازه بدین دو بیننده رو به بحثمون اضافه کنیم. خدیجه از کابل به بحثمون اضافه میشه، نظرشون میگه، و سید نصیر هم از هرات. خانم خدیجه شما بحث‌های مخالفان و موافقان رو شنیدید، نظرتون رو بفرمایید لطفاً. خانم خدیجه صدای من میشنوین شما؟ بله بفرمایید. بله میشنوم. فکر میکنم یک کمی تاخیر داره صدا شما. خدمت شما عزیزم و خسته نباشید. خب آقای خانم خدیجه بفرمایید، شما تاخیر زیادی هم داره صداتون. بله. صحبت های آقای خواصی و آقای فیاض شنیدین، شما بفرمایید نظرتون چی هست؟ بله واقعا آقای خواصی که من شنیدم خودم تعجب کردم و تعجب به این خاطر کردم که آیا ما از آقای خواصی میخوایم اینه بپرسم، آیا شما در دامن مادر بزرگ شده هی؟ آیا شیر مادر خورده هی؟ آیا با غم‌ها و دردها و رنجای یک مادر بزرگ شده این؟ اگر بزرگ شده این در یک خانواده با یک مادر، خب باید از زندگی زن درک داشته باشه و اگر نداشته، این تجربه مادری نداشته، بس جداگانه می باشد. آیا مسائل شخصی رو نمیخوایم مطرح کنیم در و در آینده میخواهید که دختر داشته باشید؟ چرا شما نمیخواهید خانه امنی برای خانوا باشه؟ مسئله که مر اساسیت مر برانگیخته میکنه من ایس یک زن افغان این است که خانه امن چرا اقدر تضاد پیدا میکنه، چرا اقدر مخالفت در ارتباط به خانه امن دارن. من تجربیات در طول زندگی دارم که زنان هستن که فامیل و خانواده ندارن، آیا اونا کجا برون؟ اگر به
ای باشه که کس اسلام باشه. من البته بگم که من توهین نمی کنم به اسلام، خودم مگزن مسلمان هستم، یا خدا این خواسته توهین بکنم شخص بکنم. این کلمه شادم چند کلمه عربی یاد داشت و دو آیه عربی یاد بگیره و خود خود عالم دین داره. آیا قرآن به تمام معنا و کمال یاد دارن؟ امین لازم قرآن مانده با تمام معنا من قرآن از افس دارم. به کجای قرآن آمده است که یک خانه ام برای خانوما ساخته نشد؟ سوال شما واضح هست خانم خدیجه، اجازه بدین از توضیح بدم. ممنون از شما خانم خدیجه، سوالتون خیلی صحبت خود تکمیل کنم، بسیار معذرت، صحبت خود تکمیل کنم. و اگر آمده هست به من توضیح بدن به کجا است. اساسیت من نسبت به سن و تعدد و زوجات که اونا علاقمندی عالم هستند و اونا کار ندارم و ای که چیقدر به چی سن ازدواج کنند اون بحث جداگانه است. فعلا موضوع داغ امروزی مایی است که زنایی که بیسفر هستند آیا با مسجد جا دارن برن؟ ممنون از شما. امن ما که مسجد مسلمان ها هست، آیا جای دارن به مسجد داخل شدن؟ اجازه بدید سوالتون آقای خواصی. ممنون آقای خواصی، صحبت های شما رو شنیدن، سوالم واضح بود. آقای خواصی بفرمایید شما. تشکر از این خواهر. من یک توصیه میکنم که هیچ گاهی هم احساساتی نشن و به شخصیت هر کس باید احترام داشته باشن، مثل که ما هم برشان احترام داریم. من حیث یک مادر و خواهر طبیعی است که یک آدم و حوا بودن که در دنیا تنها آمدن و هیچ کس بی مادر نبوده و همگی در دامان مادر بزرگ شده و الحمدلله اسلام دین است که به ما آموخته که مادر و پدر جایگاه خاصی در دین داره. البته خواهش ما ایست که بعد از احساساتی نشن و به شخصیت هر کس احترام داشته باشن. به هر صورت از این میگذارم. اما ما بدیل خانه های امن را در چوکات اسلام که نام میگن که در قرآن نامده، درست است در قرآن خانه های امن نامده که، ولی قرآن حکمش صراحت داره که اگر منازعه صورت میگیره حکم از اهل خانواده خانم و حکم از خانواده شوهر باید تعیین شوه، منازعات را حل بکنن. و موضوع دومی است که قرآن نباید تنها لفظ عربی خطاب کرد و قرآن کلام خدا هست و مؤمن بهی مسلمان هست، فقط به لفظ عربی آمده. به این معنا نیست که تنها بگویم که عربی یاد داشته باشه. اگر باز یک وقت خواستن با مباحثه و تفصیل صحبت بکنیم انشاءالله من در خدمتشان هستم. ولی بدیل خانه های امن که در افغانستان مصیبت آفرین بوده، یعنی واقعا فجایعی که در خانه های امن صورت گرفته که ما شاهد عینی از او بودیم که دخترها از او فرار داده شده به جای دیگه برده شده، و اینا که میگن که آیا در مساجد خانم خواست جای دارن یا ندارن، این مشکل نظام و حکومت است که حکومت باید زمین سازی بکنه. خواهرها حق دارن. خداوند به حضرت مریم حکم کرد که ورکعوا مع الراکعین، که شما برین با رکوع کنندگان رکوع بکنین. یعنی بر خواهرها و خانم ها باید مسجد باشه. آقای خواصی، این که مشکل نظام است، نظام توجه به این نداره. آقای خواصی، بیشتر الان باید چطور برخورد کرد با خانه های امن؟ آیا باید در قانون بیشتر ازش حمایت بشه، کنترل بیشتر دولتی روش صورت بگیره، یا نه به نظر شما کلا باید حذف بشه، یعنی چارش این حذف بشه یا حمایت بیشتر صورت بگیره ازش؟ اگر اصولی برش وضع شود و احیانا که واقعا مردم افغانستان مطمئن شوند، گرچه از لحاظ شریعت هیچ گاهی هم اجازه نیست که یک خواهر و یک مادر در جای سکونت داشته باشه که اونجا محرم شرعی نداره، محرم شرعی نداشته باشه، در اونجا شریعت اجازه نمیده بر از اینا. ولی ما اینطور میگم که باید در این رابطه چیزی که حکم خدا و رسول دین ماست او باید اجرا شود. ما دنبال از این واهیات نباشیم که دنبال شعارهای میانتهی که گویا خانه های امن مسئول می باشه. ما برفعلا امی اطمینان را نداریم که خانه های امن مسئول است و عیفت و عزت خواهرانی که از خانه به خاطر حفظ عیفت و عزت و کرامت انسانیشان فرار میکنن یا میبراین و در خانه هایی باشن به نام امن که دوباره مورد تجاوز قرار بگیرن. ممنون از ما شما. هنوز مطمئن نیستیم به این قضایا. خیلی ممنون از شما آقای خواصی. خانم خدیجه پاسختون رو گرفتین؟ بله. با هر معذرت، من بسیار دو سوال کوتاه از آقای خواصی دارم.
شما پاسخهای آقای خواصی رو شنید؟ هیچ عالم دین نمی کنم. اول که هیچ توین قصد توین ندارم خدای نخواسته. اگر من سوال اول می است. اگر او خانم خانواده ای نداشت باید کجا بره؟ اونا گفتن باید خانواده داشته باشه که طرفین با هم بشینن جلسه کنن یا مصالحه کنن که اونا با هم آشتی کنن یا کدام مشکل خانوادگی. اگر اون خانواده نداشت، یک دختری که به یتیم خانه بزرگ میشه در طول جنگ 30 ساله، او بدون خانواده هست و ازدواج میکنه، بعد از به اون مشکل دچار میشه، او کجا بره؟ این جواب خود میخوایم از آقای خواصی بگیرم. و سوال دوم این است که آیا شما تا حالی که در رأس دولت بودین که گفتین این باید حکومت افغانستان این مشکل حل کنه که زن هم میتونه به مسجد بره، شما در طول وقتی که در مقام دولت بودیم، در یک مقامی بودیم که میتونستیم و گفت شما تأثیر بیشتر دیگه علما و دیگه خادما، آیا شما تا بالی بریم مسجد جای بری خانم گذاشتیم؟ آقای خواصی بفرمایید شما کجا گفتیم خانم بیاید به اون مسجد به نماز بخونه؟ ممنون از شما خانم خدیجه. آقای خواصی بفرمایید. درست، بله، اگر همی خواهر ما خدیجه یک مورد در افغانستان به ما نشان بتنی که یک خواهری که هیچ فامیل نداره، ما صحبت و حرف از اینا رو به سر چشم قبول میکنم، ولی ما باورم ای است که هیچ کس بدون فامیل و بدون خانواده نمی باشه. اما در رابطه با این که مساجد باید باشه، بله، با بارها با وزیر محترم حج اوقاف این را هدایت دادیم و برش گفتیم که باید مساجد برای خواهرها ایجاد شود. در پالی مساجدی که برادران نماز میخوانند باید خواهران جای جداگانه داشته باشه. این حکم شریعت ماست، حکم دین ماست و ای که نظامی مشکل داره نمیتونه می زمین را مساید بکنه. و شما میفهمین که در این کشور تمام چیز، تمام فسادها بیداد میکنه. کجا شما میبینید تمام ملکیت های اوقاف غصب شد، از بین رفت، ولی متاسفانه که حکومت توانمندی از این نداره که در کنار مساجدی که برای برادر است برای خواهران ایجاد بکنه. ممنون از شما آقای خواصی. خیلی ممنون آقای خواصی. اجازه بدید اوقاف را امرش من. خیلی ممنون، لطف کردین. اجازه بده من سلام کنم به شنونده های رادیوی بی بی سی فارسی که از الان به جمع ما پیوستن. همونطور که احتمال از این به بعد خواهید شنید، برنامه ما در مورد تصویب نشدن قانون و فرمان تقنینی خشونت علیه زنان در افغانستان هست. در پارلمان افغانستان داریم با دو نماینده مجلس در افغانستان صحبت میکنیم. اگر شما سوالی دارین، نظری دارین در این مورد، به ما زنگ بزنید تا نیم ساعت آینده در برنامه شرکت کنیم. با آقای سید نصیر از هرات صحبت میکنیم. آقای سید نصیر، تا اینجای برنامه رو شنیدین، شما جز کدام دسته هستین؟ آیا موافق این طرح هستین یا مخالفشین؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و بینندگان شما، ما هم به نوبه خود مخالف هر گونه خشونت علیه زنان هستم و به این عقیده دارم که زنان و مردان حقوق مساوی دارن و باید به آزادی زنها و به زن احترام قائل بشه، حقوق زن احترام قائل بشه. دیگه زنها باید خودشان تصمیم گیرنده در باره زندگی و آیندهشان باشن. ولی در مورد قانون تقنینی که توصیح شده از جناب اکرم جناب رئیس جمهور، ما با بعضی موارد از او فکر میکنم که باید اصلاح بشه. مثلا قانونی که اجرا شده، ممانعت پدر از ازدواج، پدری که از ازدواج دخترش ممانعت کنه او مجرم شناخته میشه و باید چند سال حبس بکشه. من فکر میکنم که اگر به عنوان حکم خانواده، به عنوان یک شخص با تجربه، شخصی که از موضوعات جامعه خود آگاهی داره، از دوگر خود جامعه خود آگاهی داره و میتونه در قبال دختر خود، در قبال فرزند خود بهترین خصوصیت داره، میتونه مهربانی کنه به دختر خود، پدر است و میتونه بهترین تصمیمی که به خیر و صلاح فامیل باشه پدر بگیر و بهترین مشورت به دختر خود بده. این که پدر احساس میکنه که شوهر دختر هم کسی که از او خواستگاری کرده هم خوب از او نیست و از ازدواج دختر خود ممانعت میکنه، من فکر میکنم بهترین کار پدر کرده. ولی در این قانون به این پدر دو سال نمیدانم یا چند سال حبس شده. من فکر میکنم بهتر از اینکه این پدر را حبس میکردن، زندانی میکردن، می آمدن فرهنگ سازی می کردن به پدران، می آموختن که پدرانی که از روی تعصبات مثلا فرهنگی، تعصبات لسانی و دینی و مذهبی دختر خود به کسی نمی دن، فرهنگ سازی می کردن که این راهش نیست.
نه اینکه این قدر ممنون از شما ممنون از شما. بیشتر مسئله فرهنگسازی مد نظرش بود. آقای فائز، صحبت‌های سعید نصیر رو از هرات شنیدیم. مسئله اجازه والدین در زمان ازدواج بیشتر مد نظرش بود. شما در این مورد بفرمایید بیشتر لطفا. بله، سلام عرض میکنم مجددا. مسئله سن بلوغ مسئله است که در فقه اسلامی هم از دیر زمان مطرح است و کشورهای اسلامی هم در این مورد اقدامات و تدابیری را در قوانینشان گنجانیدن. بس این است که هم پدر و هم دولت اسلامی همه در یک مسئله شریکند که آن تأمین مصلحت طفل است. این مطلب را از نظر دور نداریم که این به ازدواج دادن صغیره واجب شرعی نیست، یعنی فریضه نیست که پدر حتماً باید او را انجام بدهد، یعنی واجب است بر این که باید دختر به خردسالی توسط پدر به شوهر داده شود. این نه فرض است و نه واجب است و یک جواز است. ما این مسئله است فقهی، مسئله است اصولی که این جواز را دولت اسلامی در پرتو متغیرات و تحولاتی که در یک جامعه اتفاق می افتد می تواند این را قید کند. وقتی تعلیم اجباری می شود، وقتی مسائل دیگری اقتصادی به میان می آید، در اینجا دولت اسلامی برای حفظ مصالح دختر می تواند که سن را برای این ازدواج تعیین بکند، یعنی این از نظر شرعی مشکلی ندارد. اما موارد دیگری که مانند کفر بودن هست، او مسئله ثابت در فقه اسلامی هم هست و قانون هم در صورتی که پدر ادعایش را مستند و دلیل ارائه کند قاضی هم رد نخواهد. ممنون از شما آقای فائز. اجازه بدین که مطلب دیگری بفهمت. که من می‌خواستم به این اضافه بکنم این است که این قانون از 54 تا کنون به همین کیفیت در افغانستان نافذ است و از طرف دیگر پارلمان افغانستان در دوره 15 قانون احوال شخصیه تشیع را تصویب کردن و سن بلوغ را 16 در اونجا تعیین کردن. حالا چگونه می شود که همین مجلس قانون دیگر، قانون احوال شخصی اهل سنت را در یک کشور برای یک قشر برای یک تعداد 16 تعیین کند و برای یک تعداد 9 و 8 و 6 مثلا؟ ممنون از شما آقای فائز. خیلی ممنون. ما این تناقض و تقابل را در قانون چگونه مرفوع بسازیم؟ باز برمیگردیم پیش شما آقای فائز. اجازه بدید من با بیننده هامون و مخاطبینی که ما با تماس گرفته بودن فعلا خداحافظی کنم، بریم سراغ وبسایت بی بی سی فارسی که شما میتونید نظرتون رو برای ما همیشه اونجا بنویسید. جواد از کابل گفته افغانستان کشوریه که من با مواردی از این قانون که در تناقض با اسلام مخالف هستم، این موارد باید تعدیل بشه. بحث حقوق زنان و امثال اون در افغانستان فقط یک ابزار غربه برای مقاصد غیر اسلامی و غیر انسانی. افضل از نروژ گفته این قانون که تضمینی برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان در چند مورد به شکل جدی با شریعت در تعارضه. حال پرسش اینه که مشکل در این قانونه یا در شریعت. کریم از هلند هم گفته قانونی که از جانب رئیس جمهور امضا شده درسته، اما ملاها با استفاده از نام اسلام میخوان بعضی موارد رو تغییر بدن. مثلا ملاها لت و کوب کردن زن توسط شوهر رو جایز میدونن که این عمل خلاف اسلام و انسانیته. در اینجای برنامه اجازه بدین بریم به خیابون‌های کابل که همکاران من در اونجا با چند نفر از شهروندان کابل صحبت کردن و نظرشون رو در این مورد شنیدن. با هم ببینیم. به نظر من این قانون خلاف شریعت نیست. باید ماده های قانون به درستی تحلیل شود، مورد بررسی قرار بگیره با در نظر داشت ضروریات خانم ها و با در نظر داشت ضروریات جامعه قانون را به تصویب برسانند. نمیتونن که مطلق گرایی کنن بگن کاملا خلاف اسلام است یا کاملا مطابق شریعت است. مثلا در این قانون سن ازدواج مطرح بود که یعنی از نظر دینی سن بلوغ بعد از اون میتونن ازدواج کنن، اما از نظر طبی باید موارد در نظر گرفته شود، چون واقعا یک موضوع حیاتی است و خیلی مهم است در جامعه. اگر پارلمان ما میخواهند کدام قانون را به تصویب برسانند، چون ما مسلمان هستیم و قرآن قانون ماست و هر کلمه که در قرآن گفته او قانون است. هیچ کسی نمیتونه که جلوی این قانون را بگیره و هر کسی که مخالف از این قانون بسازه او باید مورد توجه هیچ یک از کسایی که در پارلمان هستند، یک از وکیلا باید تصویب نکنند و همچنان از هموطنان ما خواهش میکنیم که یعنی
قرآن قانون است و با هر قانونی که قانون غربک وقتی که اینا میخواین در کشور اسلامی تصویب کنن، اینا باید همگی مخالفتی باشه. این خانه هم چقدر تحت تسلط دولت باشه، چقدر در چارچوب شریعت باشه، این مهمتر است. یعنی فردا این قسم نشه که مثلا هر کس پناه بره به خانه ام و اونمو تکلیفی که داره، اون مشکلی که داره، مشکل اخلاقی که داشته باشه، پناه بره به خانه ام. این بحران افرین است. موجودیت خانه های ام خوب، چون با زنا خشونت صورت میگیره، اونا باید کجا برن؟ یا اگر خانه های ام نباشه، پس به این معنی است که باید زنا تحمل کنن، هر خشونتی که بالایشان رخ میده باید تحمل کنن. پس به این خاطر موجودیت خانه های ام کدام مشکل ایجاد نمیکنن و این بر زنا یک خوب است به نظر من، هیچ کدام مشکلی نیست که خانه های ام باشن. بله، نظر چند تن از شهروندان کابل رو شنیدیم که نظرشو به همکاران من در اون شهر گفته بودن در مورد موضوع برنامه‌مون. اجازه بدیم با دو بیننده دیگه هم صحبت بشیم، نظرشون بپرسیم. زهرا از کابل در این قسمت برنامه صحبت میکنه و همینطور میر فاروق هم از هرات و البته در دفتر کابل هم با دو نماینده مجلس صحبت خواهیم کرد، آقایون خواصی و آقایون میر و آقایون فائق که باهاشون صحبت میکنیم. فائز که باهاشون صحبت میکنیم. خانم زهرا شما بفرمایید، تا اینجای برنامه هم نظر موافقان رو شنیدیم، هم مخالفان و هم اون عده‌ای که به نظرشون باید یه سری از این موارد در قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان تغییر کنه و بعد به تصویب پارلمان افغانستان برسه. شما بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما و بیننده های شما و همچنین دو مهمانی که از پارلمان افغانستان در برنامه امروز مهمان شماست. من مشخصا مخاطب من جناب آقای خواصی هست و من میخوام اشاره بکنم به چند موضوع ریشه‌ای تر. یعنی منطقا باید پذیرفت که با توجه به تغییراتی که در نیازهای جامعه امروزی ایجاد شده، ما منطقی نیست که نیازهای جامعه هزار و چند صد سال بعد چه در مورد زنان چه در مورد مردان بخواییم تقلیل بدیم به نیازهای جامعه هزار و چند صد سال قبل. یعنی آن اتفاق، آن نیازها و آن شیوه های رفع اون نیازها که در جوامع به صلاح صدر اسلام مطرح بود، حالا در جوامع حالا زیاد پاسخگو نیست. به همین خاطر جوامع به صلاح اسلامی حالا به اتفاق نظر تصمیم گرفتن که باید روی کرده به صلاح خیلی مسلحانه در سایه احکام و قوانین شریعت با توجه به نیازهای کنونی و روزمره و به روز جوامع اسلامی به اصطلاح قوانین مدنی را هم ایجاد و تطبیق بکنند. مسئله زنها، ماجرای افغانستان به این خاطر مورد خاصی، به خاطر که اول این جامعه به شدت جامعه مرد سالار، به شدت جامعه متاسفانه دین زده و به شدت جامعه ناآگاه و بیخبری هست، حتی از شرایط افغان اصلی و اکلام این آقای خواصی هم میدانن، موافقین هم میدانن، مخالفین هم میدانن و باور به اتفاق نظر هست. مورد مثلا دو، ماجرای نگاه جوامع مردسالار به زن به عنوان یک موجود یا به عنوان یک شهروند برابر، این نگاه مطلق موافق و مدون هست. این نگاه به شدت نگاه تقلیلگرایانه و مالکیتگرایانه هست. ممنون از شما. پیشه های مسئله هست که دو مقاومت صورت میگیره. سه، در مخالفتی که جریان داره، منافع مردان به اصطلاح جامعه سالار در این مقاومت در مقابل به اصطلاح نقش های تازه هست که حالا زنها به اصطلاح به دوش گرفتن. نقش های جامعه چون افغانستان نقش های زنان تغییر کرده و نقش های سنتی چون مطلق همسری مطلق خواهری مطلق در حال تغییره. حالا زنها بیرون از جامعه، بیرون از خانواده میرن کار میکنن، استقلال اقتصادی دارن در شهرهای بزرگ. این باعث نگرانی و ایجاد مقاومت در ممنون از شما. لطف میکنید. ممنون از شما خانم زهرا. اجازه بدین بدون هیچ سوالی بریم پیش آقای خواصی. آقای خواصی بفرمایید شما. البته با تاسف که من کل صحبت ها رو هم گرفتن نتونستم نسبت مشکلات تکنیکی که داشتن. خب البته اجازه بدین آقای خواصی، ما فکر میکنم که این مشکلات فنی ایجاد شده برامون. برگردیم دوباره با زهرا از کابل. خانم زهرا، آقای خواصی من فکر میکنم به خاطر مشکلات فنی نشنیدن سوال شما رو، یک بار دیگه کوتاه سوالتون رو دقیق مطرح کنید لطفا. سوال من مشخصا از آقای خواصی هست. با توجه به تغییراتی که در جوامع امروز اتفاق
در حوزه زنان مشخصه تغییراتی که در نقش‌های سنتی در میان زنان ایجاد شد. زنان حالا نیازهای زنان با نیازهای دوره صدر اسلام خیلی متفاوت شده. دو، مسئله خشونت در جامعه مردسالار افغانستان متاسفانه هر روز یکی از بحران و متاسفانه از فجایع روزمره جامعه محسوب میشه. و سه، ماجرای مقاومت نگاه و مثلا نگاه مسلط و فرهنگ غالب مردسالار در برابر استقلال و خودکفایی و مثلا بر اسم شناختن هویت زنان یک مسئله کاملا جدی است. خواهی که من از آقای خواصی دارم اینی هست، ایشان به عنوان نماینده پارلمان افغانستان با توجه با قرائن و شواهدی که در زمینه خشونت بالا به زنان وجود داره، چرا موضوع روشن مشخص که در سایه احکام و اصول اسلام هم تنظیم شده چرا مقاومت میکنن؟ ممنون از شما آقای خواصی، بفرمایید. الان دیگه واضح شنید این سوال زهرا رو، چرا مقاومت وجود داره واقعا؟ بسیار تشکر از خواهر محترم. ما برشان اطمینان میدم که مقاومت یعنی مخالفت برای مخالفت نیست، مخالفت برای اصلاح است. این را برشان از امی استودیو و تریبون شما اطمینان میدم که ما هم از مادر زاده شدیم، همسر داریم، دختر داریم، کاملا مطمئن باشند که ما در بخش قانونگذاری کاری نخواهیم کرد که حقوق حقه خواهران و مادران ما تلف شود و اونا مورد تجاوز قرار بگیرند. ما یک موضوعی را که اینا اشاره کردن که نیازمندی های زنان صدر اسلام و نیازمندی های عصر کنونی، به نظر من خواهر گرامی نیازمندی بشریت در این شک نیست که نظر به شرایط اوضاع و احوال متفاوت است، اما این را از یاد نکشیم که دین مقدس اسلام زمانی که پیغمبر آخر اسلام میایه و خدا برش میگه که من دین تکمیل کردم و دیگه عیبی در این دین نیست، به این معنا که از آوان نزول قرآن و از بعثت پیغمبر تا قیامت تمام نیازمندی های بشر در دین نهفته است. اما مشکل ما است که نمیتونیم دین را کما حقه او قسمی که حکم کرده بالای تمام امت مسلمه تطبیق بکنیم. ممنون از شما. ولی عیب در او جانیست، عیب در این است که نظام ها نمیتونن جلوگیری بکنن. شک نیست که خشونت یک پدیده شوم است و زن باید مورد محبت و التفات قرار بگیره و نه مورد خشونت. متاسفانه جامعه در این شک نیست که کم سواد است، علم کم است، وسایل و تکنولوژی پیشرفته امروز آهسته آهسته در 10 سال که تمام کشور اکناف و اطرافش آلات خبر شدن، انشاءالله ما باورمند هستم که با دیدگاه وسیعی که مردم دارن و دیدگاه روشنی که دارن از دین و از جامعه خود خشونت کم خواهد شد. ممنون از شما آقای خواصی. مشکل ما هست نه مشکل دین. ممنون از شما. با آقای میرفاروق از هرات صحبت میکنیم. آقای میرفاروق شما بفرمایید. میرفاروق حسینی هستم، سخنگوی علمای برادر افغانستان. تشکر و قدردانی از برنامه شما و از برادر عزیزمون جناب آقای خواصی صاحب. به یک مطلب به عموم شنونده آگان سراسر دنیا میگم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این باید سله و کار زندگی عموم بشریت باشه. اگر ما میخوایم الگوبرداری بکنیم از هر کاری باید زندگی پیامبر الگوی خوبی است برای همه ما و شما، به خود شماهایی که اگه به متقیات ما باورمند هستید یا نیستید. شما دستم در کاران تلویزیون سوال مخصوصی دارین از مهمان ما بپرسین آقای میرفاروق. ما یک مسئله خشونت رو از پیامبر شما به نهایت گذارید در طول تاریخ 38 ساله زندگیش با همسرانش. آیا کدوم روز پیامبر با خشونت کار گرفته؟ پس در طول تاریخ زندگی پیامبر یک نفت تلخ یا سخت رو شما دیدید یا شدید که از پیامبر در قبال زنان گفته شده باشه؟ وقتی پیامبر میفرمایه به خدا وقت میفرمایه البته بحث اون نیست دقیقا آقای میرفاروق. الان بحثی که ما داریم میکنیم این که الان با کسایی که دارن خشونت میکنن با زنان باید چطور برخورد کرد و ایرادات این قانون چیه دقیقا؟ ببینید این عزیزان که از اسلام انتقاد میکنن، اگر روز میبینید نام حسینی اخلاق من در خانواده و خانواده نامطلوب هست، این رو به اسلام مرتبط ندونید. شما ایرادی در این قانون میبینید یا نه آقای میرفاروق؟ بله، ما بعد این بشه به خود در خانه های هم تو همشهری ما گفتن
وقتی یک همشیره بی سرپرست است کجا پناه بره؟ خداوند فرموده بهترین جایگاه امن برای شما خانه های شما است و قرن فی بیوتی کن. البته اون بیننده هم به اشاره میکرد به خانم هایی که اصلا خانواده ندارن، اونها به نظر شما باید چکار کنن؟ حکم شر در استقاضی شر باید بدای اون خانه یا خانواده که بیتر پرد هستن تر خرد سیه بکنه و اگر یک دختر یتیم است و بیکست حاکم شر موظف در این برای شوهر پیدا بکنه یک شوهر مسلمان و متدین. مورد دیگه ای هست که به نظر شما با شریعت مخالفت داره در این قانون؟ گوش بده، ما فقط سوالای بعضی عزیزا رو جواب میدم که یک برادر که الان نشسته است. البته ما مهمانان برنامه‌مون حضور دارم و دوست داشتیم شما سوال بپرسیم بیشتر از مهمانان برنامه ما، ولی خیلی لطف کردین تو برنامه شرکت کردین. آقای فائز، چقدر این قانون با اسلام در تضاد هست؟ اجازه بده درس کنم که مشکل نه در قانون است و نه در شریعت اسلام هست. که قبلا اینجا چنین حرفی به میان آمد، چنین به گوش من رسید، ما نه مشکل در قانون داریم و نه مشکل در شریعت اسلام داریم. این یک مسئله. بحث دیگری ما آنچه که میان موافقان و مخالفان محل اجماع و تأیید است این است که قوانینی که در افغانستان تصویب می شود نباید مغایر با شریعت اسلامی باشد. این هم محل اجماع و اتفاق بین موافقان و مخالفان است. اما بحث ما این است که آنچه که مایه اختلاف هست این است که کجا با شریعت موافق است و کجا مخالف است. ما بر سر این که مواردی را که مخالفان این قانون مغایر شریعت اسلامی میپندارن باور ما باورمند به چنین مخالفت نیستیم، قناعت ما به چنین مسئله حاصل نیست. مثلا بر سر مسئله مسئولیت خانه های امن گفتیم، در یک جامعه اسلامی ممکن نیست که زن پیدا نشود که او سرپرست دارد. حتما در یک جامعه وسیع اسلامی که 3 میلیون جمعیت دارد ممنون از شما خانمی پیدا خواهد شد که او ولی امر نداشته باشد. ممنون از شما آقای یا جایی در خانهش وجود نداشته باشد. لذا بحث بر سر مسئولیت هست، بحث بر سر تامین مسئولیت و حفظ کرامت برمیگردیم پیش شما آقای فائز. اگر چنین چیزی برمیگردیم پیش شما، خیلی معذرت میخوام وسط صحبتاتون برمیگردیم پیش شما. انگار یه سوالی هست بیننده ها برای ما فرستادن، نیما رو مطرح میکنه. نیما من زمین دیگه سلام میکنم خدمت مهمانان برنامه. آقای فائز، سوالی در واقع پیش اومده. محمد ادریس در فیسبوک نوشته که به نظر من تصویب و عدم تصویب این قانون در حال حاضر گره از مشکل خانوم های افغانستانی باز نمی کند، چون تصویب بدون صلاحیت اجرایی که هم اکنون در دولت زیر ضربین قرار دارد هیچ نفعی به خانوم های افغانستانی ندارد، از این لحاظ که دولت در اکثر مناطق تسلط ندارد و در صورت تصویب آن به احتمال زیاد باعث برانگیختن خشم ضد مدنیت و ملبس به لباس اسلام خواهد شد علیه زنان. آقای فائز، سوالی که اینجا پیش اومده اینه که اگر این قانون تصویب شود چه تضمینی برای اجراش وجود داره و اینکه جلوی خشونت واقعا گرفته بشه در صورت تصویبش؟ بفرمایید، سوال واضح و روشن بود. بله بله، سوال بسیار زیبایی هست. برادر بزرگوار، من عضو قوه مقننه افغانستان هستم. این وجیبه و مکلفیت ملی و اسلامی و میهنی و ملی من است. وظیفه من این است که من باید در باب قوانین آن جایی را که نقص و ضعف و قصور و کاستی و فقدان وجود دارد او خلاها را باید با قانون ما پر بکنیم. اما مسئله اجرا به حکومت برمیگردد، ولی دست کم میتواند تصویب این قانون یک مشروعیت به وجود بیاورد، یک نوع در ذهن و افکار عمومی یک مسئله ایجاد کند که این موضوع با قانون مخالف است، ظلم را باید با همه انواعی که دارد نکوهش کرد. من از قوه مقننه افغانستان هستم، این وظیفه من است که این کار را انجام بدهم، اما بعد اجرایش به حکومت افغانستان برمیگردد و ملت افغانستان حضور دارند، زنده هستند، می توانند با فشار، با اعمال فشار بر قوه اجرائیه به سمت اجرای قانون بروند. آقای فاقی، سوال سری من از شما بپرسم. یه نقد بسیار وارد دارن میکنن در شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا به نماینده های زن پارلمان افغانستان که اونها در این رابطه اونقدر فعال نبودن. نظرتون در این مورد چی هست؟ بله، بیایی به صراحت عرض میکنم که ما کارشکنی های زیادی را از تیم زنان پارلمان افغانستان هم متحمل شدیم. در حقیقت یک بخش ناکامی ما برمیگردد به
عدم همکاری، نه تنها عدم همکاری که خصومت علنی و اعلانی و آشکارشان با تصویب این قانون به دلیل رقابت‌های منحط و شخصی که وجود داشت. به حقیقت ما از این ناحیه خیلی خسته ایم و خیلی ناراحتیم، برای اینکه هیچ نوع همکاری، نه تنها همکاری نشد که این قانون به جای اینکه تأیید بکنن تخریب کردن. ولی من با این نظریه قطعا موافق هستم و البته من نمیخوام این مسئله را تعمیم بدم به کل زنان پارلمان افغانستان. ممنون از شما آقای فایز. اجازه بدیم من فکر میکنم اگه وقتی باشه یه بیننده دیگه هم فقط بیاریم. آقای فیاض از کابل هستن، خیلی کوتاه اگه سوالی داریم بفرمایید، آخر برنامه است. بله با سلام، من می‌خواستم این نکته رو بگویم که متاسفانه مشکل دوستا بزرگای ما این است که دین اسلام را یک دین مردانه فکر میکنن، نه یک دین انسانی، و ارزش هایی هم که وجود داره بیشتر توجه به ارزش های چی دارن که مردها بیاین حق و حقوق از اینا احترام شود، اما در قسمت زن و میان متاسفانه اینا مخالفت میکنن. من می‌خواستم از آقای خواصی پرسان کنم این که تمام خانواده های افغان به شما مثل خانواده خود فکر نکنید. متاسفانه آسیب پذیری زن در خانواده ها، خصوصا در اطراف، در ولایات، در ولسوالی ها به اندازه زیاد است. من میخواهم که در شما پرسان کنم که کسانی مثل عایشه که در یک خانواده افغانستان نیش بوده شد، اینها جا مراجعه کنند وقتی شما مخالف قانون منع خشونت علیه زنان هستین که در او خانه امن ممنوع میشه و شما مخالف هستین. من میخواستم از شما پرسان کنیم که صدها دختری که با جبر به نکاح داده میشه، آیا اونها به خانه امن مراجعه نکنند؟ ممنون از شما. آقای خواصی بفرمایید، آخر برنامه است، خیلی کوتاه لطفا. بله چشم. اول خوب بگویم که نه تنها بعضی موادش خلاف شریعت است، بعضی موادش خلاف قانون اساسی هم است که شما گفتین کوتاه بگوین. مثلا دیرک بندش آمده مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق، عفا یا تخفیف شدن نمیتوانند، که میفهمین این مخالف فقه اسلامی و مخالف ماده 64 قانون اساسی است که تصرف در صلاحیت های رئیس جمهور است. اما در مواد دیگی هم هست، چون شما وقتان کم است، من نمیخوایم سر از تمرکز بکنم، میایم به سوال برادرم. واقعا زیبا فرمودن، اما ما نمیشه که دین مردانه نیست، دین عالمی است، دین بشریت است، و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کافتا للناس. شما میفهمین این همه مواردی است که تمام عالمیان بشریت در بر میگیره، تنها مرد نیست، تمام زن و مرد و کسانی که مکلفیت دارن به دین، این دین بر از اونا ارتباط داره. اما موضوعات خانه‌های امن درست است، شما میبینین که در افغانستان خشونت است، ما این رد نمی کنیم، واقعا به شکل قبیح وجود داره و این را ما محکوم میکنیم، اما شده نمیدانه که ما به خاطر موارد استثنایی مواردی را بیاریم در قانون که او خلاف شریعت باشه. ممنون از شما. مواردی باید باشه که باز شریعت سنخیت داشته باشه. خیلی ممنون آقای خواصی، لطف کردین، نظر بیننده های ما را شنیدین و پاسخ دادین به سوالاتشون. نیما و چند تا از پیام های شما. بله، نظراتی هم بوده از در وبلاگ ها، نظری بوده وبلاگ شار بیپرسان، در واقع یکی از ایمیل ها، یکی از وبلاگ هایی بوده که نوشته این موارد در واقع موارد مبارزه با خشونت در حد شعار باقی مونده، از مرز معافل تزیین و احساسی بیرون نشده. و وبلاگ‌های دیگه هم مثل وبلاگ سخن جدید نوشته بود که مسائل نظری حقوق زن ازش استفاده ابزاری شده متاسفانه و افراط و تفریط رو دچار شده جامعه افغانستان. و موارد دیگه هم داشتیم. در فیسبوک حسین نوشته که مردان جامعه ما بیش از آنکه حقوق شرعی آنهاست در خانواده اوکراینی میکنند، نه تنها شکنجه و آزار زنان بلکه کودکان و دیگر افراد کوچکتر از خودشان هم به علت بیسوادی و عدم اطلاعات دین. ناگفته نماند که دین در جامعه ما عرفیست نه بنیادی. نعمت الله از هرات گفته که تصویب شدن این قانون یک دلگرمی برای زنان افغانستان میتواند باشد، اما فکر نکنم که جنبه عملیاش تا 20 سال دیگر هم در افغانستان دیده بشود. شریف گفته که در جامعه ای که بیش از 50% بیسواد در خود میبیند، تصویب شدن یا نشدن این قانون فرقی نمیکنه. کاپیسا نوشت که هر قانونی که خلاف قانون الله باشد مردود است. ایمیلی میخونم، یعنی نظری میخونم از عظیم که در فیسبوک نوشته در اسلام سن ازدواج بلوغ فرد است و ایجاب و قبول بدون
در واقع بدون اینکه رضایت باشه ارکان اصلی عقد ازدواج زیر سوال میبرم. فکر نکنم که نمایندگان پارلمان اینقدر متحجرانه فکر کنند. نظرهای زیادی بود، متاسفانه فرصت نشد. من خداحافظی میکنم. فرید، ممنون ازت نیما. خیلی ممنون از دو مهمان ویژه برنامه‌مون، نمایندگان پارلمان افغانستان بودن، آقای فائز و آقای خواصی، که تو برنامه ما شرکت کردن و پیام‌های شما رو شنیدن و به بعضی از سوالاتون هم پاسخ دادن. برنامه امشب ما همینجا به آخر میرسه. امروز مسئله مهم قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان پرداختیم که موضوع مهمی برای این جامعه است. فردا می‌خوام به موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره کنیم و بپردازیم، موضوعی که این روزها تقریبا همه دارن بهش فکر می‌کنن و یه نظری هم میدن. یه بحثی در شبکه‌های اجتماعی در گرفته که چقدر نگاه ایرانی‌هایی که خارج از کشور زندگی می‌کنن به مسائل ایران و به ویژه انتخابات درسته. از طرف دیگه همین ایرانی‌ها میگن به هر حال ما حقمونه که در مورد مسائل کشورمون نظر بدیم و دوری دلیلی بر عدم آگاهی نیست. شما فکر می‌کنید چقدر بعضی‌ها اینطور که معتقدن ایرانی‌های مقیم خارج حق اظهار نظر درباره مسائل ایران رو ندارن درسته، یا اینکه نه این نظر اشتباهه؟ و به نظر شما ایرانی‌های ساکن خارج از کشور چه نقشی در تحولات داخلی ایران دارن و یا باید داشته باشن؟ تا فردا، شب و روزتون خوش.